تاریخ تمدن قسمت 287، ادامه انقلاب رینستو. رینستو در امان از آزار اشراف، اما همچنان مورد تکفیر کلیسا به ناپل گریخت و از آنجا خود را به جنگ‌های کوهستانی آبروتتسی نزدیک سولمونا رساند. به جنگل های اوزخای میکنم خود را به جنگل های کوهستانی آبروتتسی نزدیک سولمونا رساند. در آنجا جامعه توبه پوشید و 2 سال همچون زاهد گوشه نشینی به زندگی ادامه داد. آنگاه پس از رستن از هزاران سختی و مهنت، پنهانی و در جامعه و هیئت مبدل از راه ایتالیا و کوههای آلپ و اتریش به نزد امپراتور شارل چهارم در پراگ رفت و ادعانامه پرخشم و خروش علیه پاپ ها به پیشگاه او عرضه کرد. دلیل هرج و مرج و فقر شهر روم، غیبت پاپ ها از آن شهر و علت پراکندگی روزافزون ایتالیا را قدرت و خط مشی سیاسی زودگذر آنها دانست. شارل او را نکوهش کرد و به دفاع از پاپ ها برخاست. اما وقتی کلمنس خواست تا کلا به عنوان زندانی دستگاه پاپی به آوینیون فرستاده شود، شارل او را در پناه خود در قلعه ای نظامی کنار رود آلپ جای داد. پس از 1 سال انزوا و بیکاری تحمل ناپذیر، کلا درخواست کرد که او را به دربار پاپا گسیل دارند. در راه سفرش به آوینیون، مردم برای دیدن او دست دسته گرد می آمدند و شهسواران وفادار پیشنهاد می کردند با شمشیرهای خود از جان او محافظت کنند. روز 10 اوت 1352 رینستو با هیئتی چنان رقتانگیز به آوینیون وارد شد که همه مردم بر او دل سوزاندند. او از پتراک که در وکلوز به سر می برد درخواست کمک کرد. شاعر در پاسخ او با فریادهای بلند و رسا از مردم روم دعوت کرد تا از مردی که به آنها آزادی بخشیده است حمایت کنند. کلمنس خواستار مرگ کلان نشد، اما فرمان داد تا او را در برج قصر پاپی در آوینیون توقیف کنند. هنگامی که رینستو، ببینید این رینستو و کلا یکی اون اسمش، اون ادامه اسمشه، چون یه بار اینو میگه یه بار. هنگامی که رینستو در این برج به مطالعه کتاب مقدس و اشعار لیویوس مشغول بود، تریبون جدیدی موسوم به فرانچسکو بارونچلی قدرت را در روم به دست گرفت. اشراف را تبعید کرد، نماینده پاپ را مورد استهزا و بی احترامی قرار داد و با گیبلین های طرفدار امپراتور علیه پاپا هم دست شد. جانشین کلمنس اینوکنتیوس ششم کلا را آزاد کرد و او را به عنوان دستیار کاردینال آلبورنوس که مأمور احیای قدرت پاپا در روم بود به ایتالیا فرستاد. هنگامی که کاردینال زیرک و دیکتاتور مقهور به پای تخت نزدیک می شدن، شورشی برپا گشت. بارونچلی از کار برکنار شد و به قصر رسید و رومیان شهر را به آلبورنوس سپردند. مردم با افراشتن طاق نصرت ها و فریاد شادمانی در خیابان های پر ازدهام از رینستو استقبال کردند. دوباره اومد سر کار. آلبورنوس هم رینستو را به مقام سناتوری منصوب کرد و حکومت مدنی روم را به دست او سپرد. 1353 چندین سال به سر بردن در زندان، این تریبون تیزهوش و نترس را فربه، بیدل و جرأت و کنزه کرده بود. خط مش سیاسیش با خط مصالح پاپا یکی شده بود و از بلند پروازی های دوران فرمان روایی قبلیش پرهیز می کرد. اشراف هنوز از او نفرت داشتند و پرولتاریا که اکنون او را فردی محافظه کار و محتاط و فارغ از خیال آرمانش می یافتند، به این عنوان که نسبت به آرمانش وفادار نبوده است، به صف مخالفانش پیوستند. وقتی کلونا به او اعلام جنگ داد و او را در پالسترینا محاصره کرد، سربازان بی جیر و مواجب به او نافرمانی آغاز کردند. او مبالغی وام گرفت تا به آنها بپردازد، سپس مالیات ها را افزایش داد تا وام خود را پس دهد و طبقه متوسط را نسبت به خود بدبین ساخت. هنوز 2 ماهی از بازگشت مجددش به قدرت نگذشته بود که جماعت انقلابی با فریاد زنده باد
ملت مرگ بر کلادی رینسو خائن به سوی کاپیتول به راه افتادند. رینسو با زره شهسواران از قصر خود بیرون آمد و کوشید با فصاحت و بلاغت خود جماعت را آرام کند، اما انقلابیون با فریادهای خود صدای او را خفه کردند و باران سنگ و تیر بر سرش باریدند. تیری به سرش اصابت کرد و او به درون کاخ گریخت. جمعیت درها را آتش زدند و به زور وارد کاخ شدند و اشیای اتاقهای کاخ را به یغما بردند. رینسو که در یکی از این اتاقها پنهان شده بود با عجله ریشش را تراشید، لباس باربران به تن کرد، کومه ای رخت خواب بر سر گرفت و از در بیرون رفت. ناشناخته از میان گروهی از جماعت گذشت، اما دستبند طلایش او را لو داد و او را چون یک زندانی به سوی پله های کاپیتول، مکانی که خود او افرادی را در آنجا به مرگ محکوم کرده بود، کشاندند. رینسو از مردم خواست که به سخنانش گوش دهند و کوشید با کلام خود آنها را تحت تاثیر قرار داد، اما صنعتگری که از نفوذ و فصاحت سخنان او بیمناک بود، با فرو کردن شمشیری در شکمش به سخنان او پایان داد. صد نفری که خود را قهرمان میپنداشتند، خنجرهای خود را در پیکر بیجانش فرو کردند، جسد خونالود او را در خیابانها کشاندند و آن را مثل لاشه آویختند. جسد دو روزی ماند و هدف اهانتهای مردم و آماج سنگ پرانیهای پسر بچه های شیطان قرار گرفت. دانشوران سرگردان ریستو، من تصحیح کنم، ریستو فامیلشه، چون الان اسم کاملش رو خوندیم دیگه. ریستو موفق نشد روم باستان را که جز در شعر و شاعری تماماً مرده بود احیا کند. پتراک ادبیات رومی را که هیچگاه نمرده بود حیاتی تازه بخشید. او چندان آشکارا از شورش کلا پشتیبانی کرده بود که ناچار حمایت خانواده کلونا را در آوینیون از دست داده بود. زمانی به این فکر افتاد که در روم به رینستو بپیوندد، اما در راه عزیمت به روم چون به جنوا رسید، شنید که وضع و موقعیت تیرمون رو به زوال است. لاجرم مسیر سفر خود را به سوی پارما تغییر داد. 1147 هنگامی که مرگ سیاه تا اون فرا رسید و جان بسیاری از دوستانش را گرفت و لورا را نیز در آوینیون کشت، او در ایتالیا به سر می برد. در سال 1348 دعوت یاکوپو دوم داکارارا را برای آنکه در پادوا مهمان او باشد پذیرفت. پادوا بار سابقه تاریخی سنگینی را به دوش می کشید و هنگام تولد لیویوس در سال 59 قبل از میلاد، در آنجا صدها سال از عمر این شهر می‌گذشت. این شهر در سال 1174 به صورت جامعه‌ای آزاد درآمد. سپس دوره حکومت استبدادی اتسلینو را اثر گذراند. 1237 الی 1256 بار دیگر استقلال خیش را بازیافت. سرود آزادی سر داد و شهر ویچنستا را به تابعیت خود درآورد. کانگراند دلاسکالا فرمان روای شهر ورونا به آن حمله کرد و بر آن دست یافت. پادوا آزادی خود را وانهاد و یاکوپو اول داکارارا را که مردی بود به سختی سنگ مرمر معادن کارارا به دیکتاتوری برگزید. 1318 اعضای بعدی خاندان او به شیوه موروسی و یا با کشتار یکدیگر بر آن شهر فرمان روایی کردند. میزبان پتراک حکومت را در سال 1345 پس از کشتن سلف خود به دست گرفت و کوشید تا با زمامداری عادلانه کفاره خطای خود را بپردازد، اما پس از 4 سال حکومت به ضرب خنجری به قتل رسید. فرانچسکوی اول داکارارا با فرمان روایی درخشان خود که تقریبا 40 سال به طول انجامید، پادوا را برای مدتی به صورت رقیبی برای میلان، فلورانس و ونیز درآورد. اما این اشتباه را مرتکب شد که در جنگ مرارتبار 1378 با جنوا بر علیه ونیز متحد شد. ونیز پیروز گشت و پادوا را به تابعیت خود درآورد. 1404 شهر پادوا بیش از سهم خود با حیات فرهنگی ایتالیا خدمت کرد. در آغاز این قرن بازرگانی جلوه
بازرگان ببخشید در آغاز این قرن بازرگانی جاه طلب موسوم به انریکو اسکورانووینی کاخی در آمفی‌تئاتر رومی قدیمی موسوم به آرنا خرید و مشهورترین پیکرساز ایتالیا جوانی پیزانو و نیز مشهورترین نقاش ایتالیا جوتو را دعوت کرد تا نمازخانه منزل تازهش را بیارایند 1303 الی 1305. بدین ترتیب نمازخانه کوچک آرنا به وجود آمد که امروزه در دنیای ارباب ذوق و هنر و معرفت شهرتی به سزا دارد. پتراک احتمالاً فرسکوهای آرنا را دیده بود و بیگمان جوتو را می‌ستود، زیرا در وصیت‌نامه خود تصویری از حضرت مریم را اثر آن نقاش گرانقدر جوتو که زیباییش استادان هنر را شگفت زده می کند به فرانچسکو دو کارارا بخشیده است. پتراک مطمئناً دانشگاه پادوا را که مایه فخر و مباهات آن شهر به شمار می رفت دیده بود. این دانشگاه در آن ایام معتبرترین مدرسه ایتالیا بود و از نظر آموزش علم حقوق با دانشگاه شهر بولونیا و از نظر تدریس فلسفه با دانشگاه پاریس رقابت میکرد. جانبداری بیپروای بعضی از استادان پادوا از نظرات ابن رشد که خلود روح فردی را مورد تردید قرار میداد و از مسیحیت به عنوان عقاید خرافی مفیدی که روشنفکران در نهان به آن اعتنایی ندارند سخن میگفت، پتراک را وحشت زده کرد. در سال 1348 شاعر بیقرارمان را نخست در مانتوا و سپس در فرارا میابیم. در سال 1350 او به گروه رایزنی پیوست که عازم شرکت در جشن بخشش روم بودند. بین راه برای نخستین بار از فلورانس دیدار کرد و در آنجا با بوکاتچو دوستی صمیمانه طرح ریخت. پتراک خود گفته است که از آن پس یک روح در دو بدن بودند. در سال 1351 بنا به اصرار بوکاتچو شورای شهر فلورانس حکم مصادره اموال سر پتراکو را ابطال کرد و بوکاتچو را به پادوا گسیل داشت تا مبلغی به عنوان غرامت به پتراک عرضه کند و کرسی استادی دانشگاه فلورانس را به او پیشنهاد کند، اما چون پتراک این پیشنهاد را نپذیرفت فلورانس نیز حکم ابطال را باطل کرد. جوتو مهر ورزیدن به فلورانس قرون وسطایی کاری دشوار است، چرا که از نظر صنعت و سیاست وضع دشوار و مرارتباری داشت، لکن ستایش آن سهل و آسان است، زیرا ثروت سرشار خیش را در راه آفرینش بذل کرد و روزگار جوانی پتراک نهضت رنسانس در این شهر در اوج جوشش بود. نهضت رنسانس در جو پرآشوب رقابت اقتصادی، چین توزیع خانوادگی و تعدی شخصی این شهر که در سراسر ایتالیا مانند نداشت تکفین یافت. جمعیت شهر به واسطه جنگ طبقاتی دچار تفرقه بود و هر طبقه خود به دسته هایی تقسیم شده بود که به هنگام پیروزی بیرحم در شکست و انتقام جو بودند. در هر لحظه جدایی چند خانواده از یک پارته یا گروه و پیوستنش به پارته دیگر ممکن بود توازن نیروها را برهم زند. در هر لحظه عناصر ناراضی ممکن بود مسلح شوند و علیه دولت قیام کنند، چنانچه پیروز می شدن رهبران طرف شکست خورده را تبعید می فرستادن، معمولا دارایی آنها را مصادره می کردن و گاهی نیز خانه هایشان را به آتش می کشیدن. زندگی در فلورانس منحصر به این نزاهای اقتصادی و آشوبهای سیاسی نبود. شهروندان با اینکه به گروه خیش بیشتر دلبسته بودند تا به شهرشان، نسبت به شهر خود نوعی تعصب ملی غرورآمیز داشتند و از بذل دارایی خود در راه رفاه همگانی دریغ نمی ورزیدن. و اکنون هنرمندان برای تأکید بیشتر بر توانایی‌های فردی خود از صنف و گروه خیش جدا می‌شدند و آثارشان را به نام شخص خود عرضه می‌کردند. نیکولا پیزانو از طریق آمیختن ناتورالیسم خشن با ایدئالیسم جسمانی یونانی، پیکرسازی را از محدود بودن به انگیزه های مذهبی و تابعیت از خطوط معماری آزاد ساخت. به سال 1334 شورای شهر فلورانس طرح جوتو را برای بنای برجی که هم تحمل وزن ناقوس‌های کلیسای جامع را داشته باشد و هم تنین صدای آن را پخش کند تصویب کرد.
و فرمانی صادر شد که بنا به مقتضیات روح آن عصر در آن تصریح شده بود که این برج باید در شکوه و بلندی و تعالی هنری از هر بنای مشابهی که به دست یونانیان و رومیان در اوج عظمت آنان ساخته شده است برتر باشد. پس از مرگ جوتو، کار او به وسیله پیزانو، دوناتلو و فرانچسکو تالنتی دنبال شد. 1359. همچنان که پتراک بر شعر قرن 14 هم تسلط داشت، جوتو دی بوندونه هم بر هنر نقاشی آن عصر فرمان میراند و این نقاش از نظر سرکشی به همه نقاط نیز دست کمی از آن شاعر نداشت. جوتوی نقاش پیکرتراش، معمار، سرمایه‌دار و مرد دنیا و زندگی که از خلاقیت هنری، تدابیر علمی و طنز و بذله‌گویی هم بهره‌مند بود، با اعتماد به نفس در عرصه زندگی پیش تاخت و در فلورانس، روم، آسیزی، فرارا، راونا، ریمینی، فاینتسا، پیزا، لوکا، آرتتسو، پادوا، ورونا، ناپل، اوربینو و میلان شاهکارهایی از خود به یادگار گذاشت. او ظاهرا از بابت دریافت سفارشات هیچ گونه نگرانی نداشت و وقتی که به ناپل رفت در کاخ سلطنتی میهمان شاه بود. جوتا ازدواج کرد و صاحب فرزندانی زشرو شد، اما این امر آرامش دلپذیر آثار وی را برهم نزد و نشاط و سرزندگی را از او نگرفت. دستگاه های بافندگی خود را به دو برابر معمول به صنعتگران اجاره می داد. مهازا در یکی از برجسته ترین آثار دوران رنسانس، داستان قدیس فرانسیس رسول فقر را نیز باز می گوید. جوتو هنوز جوان بود که با کاردینال استفانسکی او را به روم فراخواندند تا موزاییکی طراحی کنند. موزاییک مشهور به ناویچلا، کشتی کوچک که مسیح را هنگام نجات دادن پتروس از کام امواج دریا نشان می‌دهد. این موزاییک که به کلی رنگ و رو باخته هنوز در دهلیز کلیسای سان پترو باقی است. جوتو سپس به پادوا رفت و در طی 3 سال فرسکوهای معروف نمازخانه آرنا را ترسیم کرد. احتمالاً به همین شهر بود که دانته را ملاقات کرد. شاید هم او را از فلورانس می شناخته است. در سال 1318 دو خانواده بانکدار، باردی و پتروتسی، جوتو را به کار گماردند تا سرگذشت زندگی قدیس فرانسیس یحیای تعمید دهنده و یوحنای حواری انجیل نویس را در فرسکوهایی برای نمازخانه هایی که در اطراف آنان به کلیسای سانتا کروچه در فلورانس اهدا میشد رقم زنند. این نقاش ها در سالهای بعد سفیدکاری شدند. بعدها در سال 1853 آنها را دوباره از زیر گچ و خاک خارج کردند و رنگ زدند. از این رو تنها طرح و ترکیب آنها از جوتوست. فرسکوهای معروف کلیسای دوگانه قدیس فرانسیس در آسیزی نیز به همین سرنوشت گرفتار شدند. در نقش‌های دیواری کلیسای اولیا زندگی قدیس فرانسیس به تفصیل نمایش داده شد. حتی شرح حال خود مسیح ندرتاً در جایی به این شرح و تفصیل نقاشی شده است. این نقاشی‌ها یک باره به عمر نقاشی مذهبی خشک بیزانس پایان می‌دهد، اما فاقد عمق و نفوذ و شخصیت فردی هستند. تابلوهای شکوهمندی هستند که رنگ‌آمیزی شورانگیز و خون زندگی در آنها نیست. فرسکوهای کلیسای سفلا که از گذشت روزگار کمتر آسیب دیدند، پیشرفت جوتو را در قدرت تصویری می نمایند. روی هم رفته کارهای جوتو یک انقلاب بود، اما اگر ما نقایص کار وی را در میابیم از آن روز که از فنون نقاشی با خبریم، اما خود این فنون به وسیله نهضتی تکوین و توسعه یافت که او آغازگرش بود. طراحی، الگو پردازی، ژرف نمایی و کالبد شناسی هنری او کاملا نارساست. در دوران جوتو هنر نیست چون علم پزشکی تازه به از هم پیوستن تن آدمی و آشنایی با مکان، ساختمان و وظایف هر یک از عضلات، استخوان‌ها، رگ‌ها و اعصاب آن پرداخته بود. بعدها هنرمندانی چون
مانتنیا و مازاتچو بر این عناصر مسلط شدند و میکلانج شناخت در آنها را به درجه کمال رساند و از آنها بتی ساخت. اما در روزگار جوتو بررسی اندام برهنه انسان کاری نامعمول بود و عرضه آن ناپسند به شما می رفت. پس چه خصوصیاتی باعث می شود که آثار جوتو در پادوا و آسیزی سرفصلی در تاریخ هنر تلقی شوند؟ این خصوصیات را می توان چنین برشمرد: ترکیب موزون که چشم را از هر زاویه که نگاه می شود متوجه کانون اثر می سازد، وقار حرکت آرام پیکرها، رنگامیزی ملایم و درخشان تابلوها، جریان پرشکوه داستان، خودداری از بیان احساس حتی به هنگام رنجها و شادیهای عمیق، و عظمت آرامشی که صحنه‌های پردرد را در خود غرق می کند، و نیز گهگاه تصویر پردازی ناتورالیستی از چهره مردان، زنان و کودکان، آن هم نه به شیوه ای که در هنر قدیمی مورد توجه بود، بلکه بدان سان که در جریان زندگی دیده و احساس می شود. اینها عناصر چیرگی جوتو بر سبک نقاشی خشک و غم‌انگیز بیزانسی و رمز پایداری نفوذ او در هنر بودند. هنر نقاشی فلورانسی تا یک قرن پس از او همچنان او را الگوی خود قرار داده بود و از آثار او الهام می گرفت. هنر در وجود شاگردش و پسرخوانده او تادئو گاری تا حدی ارثی بود. پدر تادئو و 3 تن از 5 پسر تادئو نقاش بودند. رنسانس ایتالیا مثل موسیقی آلمان در خانواده ها دست به دست می گشت. تادئو کار هنری خود را با کارآموزی نزد جوتو آغاز کرد و در سال 1347 دیگر سرآمد نقاشان فلورانس بود. با این همه حتی در این هنگام هم زیر آثار خود را مخلصانه شاگرد استاد جوتو امضا می کرد. تادئو چنان ثروت هنگفتی از راه هنر نقاشی و معماری اندوخ که بازماندگانش نیز با استفاده از این امکانات مالی توانستند جای هنرمندان باشند. تصویر چشمگیری که مدت‌ها به تادئو گادی نسبت داده می شد و اکنون منصوب به آندرا فیرنتسه است، نشان می‌دهد که چگونه ایتالیا در نخستین قرن رنسانس هنوز در مرحله قرون وسطایی بود. در نمازخانه اسپانیایی‌ها واقع در کلیسای سانتا ماریا نوولا، فرایارهای فرقه دومینیکیان در حدود سال 1370 تصویری خداگونه از فیلسوف نامی خیش برپا کردند. در این تصویر قدیس توماس آکویناس با ابهت و جلال اما مخلص‌تر از آنکه مغرور بنماید پیروزمندانه برپا ایستاده است و آریوس و سابلیوس و ابن رشد بدعت‌گذار با خاری بر پایش افتادند. بر گرد او موسی، بولس حواری، یوحنای حواری و قدیسان دیگر دیده می‌شوند که نقشی فرعی نسبت به او دارند. در زیر تصویر آنان 14 چهره دیگر که نماینده 7 علم الهی و 7 علم این جهانی هستند به چشم می‌خورند. تصویر از نظر اندیشه هنوز کاملا قرون وسطایی است، اما از نظر هنر طراحی و رنگامیزی نمودار سربرآوردن عصر تازه‌ای از عصر کهن است. این دگرگونی چنان به کندی صورت می گرفت که تا یک قرن مردم به دشواری خود را در عصر متفاوتی احساس می کردند. پیشرفت تکنیک در آثار اورکانیا که در میان هنرمندان برجسته قرن 14 ایتالیا مقام دوم را پس از جوتو دارد نمایان تر است. هرچند او را غالبا از پیروان جوتو به شمار می آورند، اما او در حقیقت شاگرد آندرا پیزانو پیکرتراش مشهور بود. اورکانیا نیز مثل بسیاری از نوابق دوران رنسانس بر رشته های گوناگون هنری تسلط داشت. او به عنوان معمار و مجسمه ساز به همراه برادرش در نمازخانه سان میکله در فلورانس محراب مزینی ساخت. گفته می شود که از تصویری از مریم باکره که در این نمازخانه قرار داشت معجزاتی ظهور کرده است. پس از مرگ سیاه در سال 1348 هدایا و نذرهای کسانی که به سلامت رسته بودند انجمنی را که این نمازخانه را اداره می کرد غنی ساخت و تصمیم گرفته شد
که تصویر مریم در معبد مجللی از مرمر و طلا جای داده شود. برادران چونه این معبد را به صورت یک کلیسای جامع گوتیک در ابعاد مینیاتوری با ستونها، مناره ها، مجسمه ها، برجسته کاری ها، فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی طراحی کردند. این معبد گوهر معماری تزئینی ترچنتوست. آندرا پس از ساختن این معبد شهرت فراوان یافت. به سمت استاد معمار در اورویتو منصوب شد و در طراحی نمای بیرونی کلیسا شرکت جست. وی در سال 1162 به فلورانس بازگشت و تا پایان عمر به کار ساختمان دوومو یا کلیسای جامع بزرگ این شهر پرداخت. شهرت فراوان سانتا ماریا دل فیوره، عظیمترین کلیسایی که تا آن زمان در ایتالیا ساخته شده بود، از سال 1296 با آرنولفو دی کامبیو آغاز شد. از آن روز تا عصر ما سلسله ای از هنرمندان نامدار چون جوتو، آندرا پیزانو، فرانچسکو تالنتی و بسیاری دیگر در این بنا کار کردند. نمای امروزی آن به سال 1887 باز می‌گردد. حتی در حال حاضر نیز ساختمان کلیسا تکمیل نشده است و در هر قرنی ناگزیر باید قسمت بزرگی از آن تجدید بنا شود. در ایتالیای عصر رنسانس معماری از شاخه‌های دیگر هنری ناموفق‌تر بود. معماران با دلسردی عناصری از معماری گوتیک چون تاق‌های نوکتیز را از سرزمین‌های شمالی گرفتند، آن را با ستون‌های کلاسیک درآمیختند و گاهی نیز به طوری که مثلا در فلورانس دیده می‌شود، بر روی این مجموعه گنبدی بیزانسی استوار کردند. مخلوط حاصل بی‌تناسب بود و وحدت و زیبایی نداشت. آرنولفو دی کامبیو، هنرمند خستگی ناپذیر، در سال 1294 ساختمان کلیسای سانتا کروچه یا صلیب مقدس را که متعلق به فرقه فرانسیسیان بود و در سال 1298 ساختمان زیباترین بنای فلورانس یعنی پالاتت سو دلا سینیوریا را که نزد نسل‌های بعدی به پالاتت سو و کیو معروف شد آغاز کرد. ساختمان کلیسا جز نمای بیرونی آن که در 1863 به اتمام رسید، در سال 1442 و ساختمان بخش‌های اصلی کاخ سینیوریا یا کاخ قدیم در سال 1314 تکمیل شد. در همین سال‌ها بود که دانته و پدر پتراک از فلورانس تبعید شدند. زد و خوردهای گروهی در این زمان در فلورانس در اوج خود بود. به همین علت آرنولفو ساختمان سینیوریا را به جای آنکه به شکل یک کاخ بسازد به صورت دژی بنا کرد و پشت بام آن را برای دفاع مسلحانه طرح ریخت. برج بی‌نظیر آن نیز دارای ناقوسی بود که با تنین نواهای گوناگون مردم را به مجلس یا به مسلح شدن فرا می‌خواند. در سال 1345 نری دی فیوراوانته یکی از معروف‌ترین پل‌های جهان را به نام پونته ویکیو بر رود آرنو بنا کرد. این پل که با گذشت زمان و طی جنگ‌های متعدد فرسوده شد، هنوز مورد استفاده وسایل نقلیه است و 22 دکان بر روی پایه‌های لرزان خود نگاه داشته است. در چنین محیط درهم و برهمی از افراد بود که رنسانس پا به عرصه وجود گذاشت. قسمت بعد، دکامرون. در فلورانس بود که ادبیات ایتالیایی به نخستین و بزرگترین پیروزی خود دست یافت. گووینی تسللی و کاوالکانتی در پایان قرن 13 در همین شهر غزل را به کمال رسانیدند و دانته فلورانسی نه در فلورانس اما در آرزوی رسیدن به این شهر اولین و آخرین اثر راستین در ادبیات حماسی ایتالیا را بر جای نهاد. هم در آنجا بوکاتچو برجسته ترین اثر منصور ایتالیایی را تصنیف کرد و جوانی ویلانی تاریخچه تازه ترین وقایع قرون وسطایی را نوشت. ویلانی که برای شرکت در مراسم جشن بخشش سال 1300 از روم دیدن می کرد و مثل گیبن
از دیدن ویرانه های گذشته‌ای با شکوه به هیجان آمده بود، مدتی به این فکر افتاد که تاریخ این شهر را به رشته تحریر درآورد، اما بعداً به این اندیشه که بسیاری دیگر پیش از او تاریخ روم باستان را نگاشتند متوجه زادگاه خود شد و تصمیم گرفت همه وقایع شهر فلورانس را در این کتاب شرح دهد و کارهای فلورانسی ها را به تفصیل و امور قابل توجه ما بقیه دنیا را به اجمال بازگو کند. جوانی کتاب خود را با داستان برج بابل آغاز کرد و تا شیوع مرگ سیاه که خود ضمن آن از پای درآمد آن را ادامه داد. برادرش ماتئو و برادرزاده اش فیلیپو داستان او را تا سال 1165 دنبال کردند. جوانی برای کار خود آمادگی کامل داشت، اما او فرزند بازرگان ثروتمندی بود، به لهجه خاص توسکانی تسلط داشت، به ایتالیا، فلاندر و فرانسه سفر کرده بود، سه بار به رهبری دیر و یک بار نیز به ریاست زرابخانه شهر منصوب شده بود و به مبانی اقتصادی و اثرات تاریخی زمان خیش آگاهی کم نظیری داشت. او نخستین کسی بود که روایات خیش را با آمارهایی از شرایط اجتماعی در هم آمیخت. سه کتاب اول وقایع فلورانس او بیشتر افسانه است، اما در کتاب بعدی اطلاعات جالبی به چشم می‌خورد، از جمله آن که در سال 1138 جمعیت فلورانس و حومه آن 105 هزار نفر بوده است و از این عده 17 هزار تن گدا بودند و 4 هزار تن با اعانات عمومی می‌زیستند. بوکاتچو پس از مقیم شدن در فلورانس در سال 1140 در زندگی و نظم و نثر همچنان به زنها پرداخت. منظومه رویای عاشقانه که به فیامتا اهدا شده بود در 4400 بیت یادآور روزهای خوش پیوندشان بود. در رمان روانشناختی فیامتا، شاهزاده خانم داستان جدایی خیش را از بوکاتچو باز میگوید: خیشتن را تا این حد خار مکن و مگو من شوهر دارم و احکام شهر و سوگند وفاداری مرا از این کارها باز می دارد. اینها جز فریبی پوچ و مقاومتی بیهوده در برابر قدرت روس نیستند، زیرا او مانند شاهزاده پرقدرت قوانین ابدی خیش را مستقر می سازد و توجهی به قوانین دیگر که از منشأ فروتری هستند ندارد، زیرا این قوانین را قوانینی پست و غلامانه می شمارد. بوکاتچو با سوء استفاده از خامه توانای خیش در پایان کتاب فیامتا را وامی دارد که به نفع او اعتراف کند که او به بوکاتچو که او بوکاتچو را رها نکرده است، بلکه این بوکاتچو بوده که او از او دل کنده است. بوکاتچو بعد از این زمان دوباره به شعر روی می آورد و در نینفاله فیزولانو به وصف عشق یک چوپان به کاهنه معبد دیانا پرداخت. در این شعر پیروزی چوپان با شور شوق توصیف شده است و اندکی نیست از این شور صرف وصف مناظر طبیعی گشته است. تقریبا همین دستمایه و شیوه الگوی نگارش دکامرون است. اندکی پس از شیوع طاعون سال 1148 بود که بوکاتچو به نوشتن سلسله داستان‌های معروف و فریبنده خود پرداخت. در این تاریخ او 35 سال داشت و حرارت شهوتش از حد شعر به حد نثر تنزل یافته بود. حال دیگر میتوانست نکته‌های هزلامیز میل و خواهش دیوانوار را دریابد. فیامتا ظاهراً در درون طاعون مرده بود در دوران طاعون فیامتا ظاهرا در دوران تا اون مرده بود و بوکاتچو چندان آرام و به این مسئله بی‌اعتنا بود که نامی را که به او بخشیده بود به یکی از راویان درجه دوم داستانهایش داد. این کتاب به شکلی که اکنون در دست ماست مجموعه از 100 داستان است. میتوان گفت که غرض نویسنده این نبوده است که تعداد زیادی از آنها با هم و یک جا خوانده شوند. این داستان‌ها که یک به یک منتشر شدند میبایست مردم فلورانس را شب‌های بسیار سرگرم کرده باشند. در پیشگفتار کتاب شرحی از نتایج مرگ سیاه که در سال 1348 و پس از آن سراسر اروپا را فرا گرفت در فلورانس آمده است. این بیماری که آشکارا در زاد و ولد بسیار
در زاد و ولد بسیار و کثافات شایع در میان مردم آسیا که بر اثر جنگ به فقر کشیده شده و بر اثر قحطی ضعیف شده بود ریشه داشت. از راه عربستان به مصر و از دریای سیاه به روسیه و امپراتوری بیزانس راه یافت. بازرگانان و کشتی های بازرگانی ونیز، سیراکوز، پیزا، جنوا و مارسی این بیماری را به کمک چکها و موشای صحرایی از قسطنطنیه، اسکندریه و سایر بنادر خاور نزدیک به ایتالیا و فرانسه آوردند. قحطی های پی در پی سالهای 1133، 1134، 1337 تا 1342، 1145 تا 1147 در اروپای باختری نیز احتمالاً مقاومت مردم فقیر را تحلیل برده بود و بعد این افراد بیماری را به طبقات دیگر سرایت دادند. این بیماری به دو شکل بود: ریوی همراه با تب شدید و خلط خونالود که پس از 3 روز به مرگ می انجامید، و خیارکی همراه با تب و دمل و سیاه زخم که پس از 5 روز منتهی به مرگ می شد. این بیماری که در فاصله سالهای 1348 و 1365 به تناوب بروز کرد، نیمی از مردم ایتالیا را از پای درآورد. یک وقایع نگار سینایی در سال 1354 چنین نوشت: همراه با اجسادی که به گورستان روان بودند، نه خیشاوندی بود، نه دوستی، نه کشیشی، نه راهبی، و از عزاداری برای مردگان هم خبری نبود. در بسیاری از نقاط شهر خندقهای پهن و گودی کنده بودند که اجساد را در آن میانداختند و با کمی خاک میپوشاندند و بدین سان خندق با انباشته شدن اجساد بر روی هم پر میشد، سپس خندق دیگری میکندند و من آنیولو دیتورا با دستان خیش 5 تن از فرزندانم را در یک گودال به خاک سپردم و بسیاری دیگر از مردم نیز چنین کردند. خاک روی بسیاری از مردگان آنقدر تنک بود که سگ‌ها به آسانی اجساد را بیرون می‌کشیدند و می‌خوردند و تکه‌هایی از تن مردگان را در شهر می‌پراکندند. ناقوس کلیسایی به صدا در نمی‌آمد و کسی نمی گریست، هرچه هم که فرد از دست رفته عزیز بود، چرا که تقریبا همه در انتظار مرگ بودند و مردم چنین می گفتند و باور داشتند که این پایان جهان است. در فلورانس به گفته ماتئو ویلانی از آوریل تا سپتامبر 1348 از هر 5 نفر 3 تن جان سپردند. بوکاتچو تلفات فلورانس را 100,000 نفر و ماکیاولی 96,000 تن برآورد کرده است. این ارقام آشکارا مبالغه آمیزند، زیرا جمعیت فلورانس در آن زمان به سختی از 100,000 تن تجاوز می کرد. بوکاتچو کتاب دکامرون خیش را با شرح دهشتناکی از تا اون آغاز می کند. نه تنها صحبت و هم نشینی با بیماران، بلکه حتی لمس لباس ها یا هر چیز دیگری که دست بیماران به آنها خورده بود یا بیماران از آن استفاده کرده بودند، به تنهایی کافی بود که بیماری را سرایت دهد. اگر حیوانی با چیزی متعلق به شخص بیمار یا مرده از این بیماری در تماس قرار می گرفت، در اندک مدتی جان می سپرد. و من این نکته را به چشم خود دیدم. این مصیبت چنان هراسی بر دل همگان افکنده بود که برادر برادر را، عمو برادرزاده را و چه بسا زن شوهر را وامی نهاد و حتی از آن خارق‌العاده تر و باور نکردنی تر، بعضی از پدران و مادران از دیدار و نوازش فرزندان خیش خودداری می کردند، چنان که گویی فرزندان آنها نیستند. هر روز هزاران تن از مردم عادی، بی آنکه کسی به کمک و یاریشان بشتابد یا از مرگشان آگاه شود، از پای در می آمدند. بسیاری از مردم در خیابانها دم آخرشان را می کشیدند و بسیاری دیگر که در خانه های خود می مردند، تنها با تعفن اجسادشان مرگشان بر همسایگان معلوم می شد. سراسر شهر از نعش این ها و دیگران انباشته بود. همسایگان نه از روی خیرخواهی بلکه بیشتر از ترس اینکه مبادا به سبب تعفن اجساد خود نیز در معرض ابتلا به بیماری قرار گیرند، اجساد را از خانه ها بیرون می کشیدند و پشت درها می نهادند
و آنها که سحرگاه از کوچه ها می گذشتند به اجساد بیشماری بر می خوردن. آنگاه تابوت ها را برای گردآوری اجساد می آوردن و برخی از اجساد را به سبب نبودن تابوت بر تخت پاره ای هم می کردن. کم نبود تابوتی که با آن دو یا سه نعش به گورستان هم شود و این حادثه ای نبود که یک بار بیشتر روی ندهد. حتی کم نبود تابوتی که عامل زن و شوهر، دو یا سه برادر، پدر و فرزند و افرادی از این گونه باشد. کار به جایی رسیده بود که مردم به مرگ انسانها همان گونه مینگریستند که امروزه به مرگ بزها مینگرند. از میان این اوضاع رقتبار، بوگاتچو به تصویر کردن دکامرون خود، دکامرون یعنی ده روز، دکا، و نحوه شکل‌گیری آن میپردازد. طرح یک گردش دست جمعی در کلیسای مقدس سانتا ماریا نوولا پس از مراسم قداس توسط هفت بانوی جوان که از طریق خیشاوندی، دوستی یا همسایگی با هم پیوند دارند ریخته می شود. این بانوان از 18 تا 28 سالگی 28 سال داشتند و همگی مؤدب، نجیب زاده، زیبا، خوشرفتار و سرشار از نشاطی صادقانه بودند. یکی از آنها پیشنهاد می کند که برای ایمن بودن از بیماری همگیر بهتر است که همگی با هم همراه با مستخدمانشان به یکی از خانه های ییلاقی خیش کوچ کنند و با حرکت از ویلایی به ویلای دیگر از صفا و گوناگونی مناظر طبیعی در بهار بهره گیرند. این پیشنهاد پذیرفته شد، اما فیلومنا پیشنهادی اصلاحی بدان افزود: از آنجا که ما زنان دمدمی مزاج، خودرأی، بدگمان و ترسو هستیم، بهتر از چند مرد ما را همراهی کنند. قضا را در همان لحظه سه جوان وارد کلیسا شدند که خشم روزگار و یا از دست رفتن دوستان و خیشان نتوانسته بود حرارت عشق را در آنان فرو نشاند. اینان همه خوشرو، خوشخو و آراسته بودند و آمده بودند از خدا طلب کنند که به دیدار محبوبشان برسند. از قضا هر سه محبوب را در میان همان هفت بانو یافتند. پامپنیا پیشنهاد می کند از این جوانان بخواهند که در گردششان آنان را همکاری کند. نیفیله می ترسد که این پیشنهاد رسوایی به بار آورد. فیلومنا پاسخ می دهد: باشد، اما من که با پاکدامنی و وجدان آسوده زندگی می کنم، بگذار مردم هرچه می خواهند بگویند. سرانجام در چهارشنبه بعد همراه با مستخدمان و آذوقه خود به ویلای در 3 کیلومتری فلورانس رهسپار می شوند. دختران و مردان جوان شبها دیر به خواب می روند، صبحانه را به فراغت می خورند، در باغ‌ها به گردش و تفریح می پردازند، شامی طولانی می خورند، خیشتان را با داستانهای عشقی سرگرم می کنند، با هم قرار می گذارند تا وقتی که خارج از شهر به سر می برند، هر روز هر یک از آنها داستانی تعریف می کند. اقامت در این ییلاق 10 روز به طول می انجامد. اسم کتاب هم از دکای یونانی به معنای ده روز گرفته شده است و نتیجه کمدی انسانی بوکاتچوست. در ضمن طبق قرار قبلی اعضای گروه مکلف می شوند که در طی این روزها از نقل اخبار خارج خودداری کنند مگر آنکه نشاط‌آور باشد. بیشترین این داستان‌ها که هر یک به طور متوسط در 6 صفحه نوشته شده اند ابداع شخص بوکاتچو نیستند. آخرین و معروفترین داستان کتاب داستان گریز لدای بردبار بود که چاسر در یکی از بهترین و تخیلی ترین قصه های کنسبری از آن استفاده کرده است. زیباترین داستان کتاب بوکاتچو داستان نهم روز پنجم، قصه فدریگو، گوش او و عشق اوست که تقریبا یادآور عشق فداکارانه گریز لداست. فلسفی ترین آنها افسانه سنگوشتر است. روز اول، قصه سوم. صلاح الدین سلطان بابل که به پول نیاز دارد یهودی ثروتمندی را به نهار دعوت می کند و از او می پرسد که به نظر وی کدام یک از سه دین یهود، مسیحیت و اسلام بهتر است. این صراف دوراندیش پیر که می ترسد به صراحت سخن بگوید با تمثیلی به آن پاسخ می دهد: روزی روزگاری مرد بزرگ و ثروتمندی بود که در میان جواهرات قیمتی خیش انگشتری زیبا و گرانبها داشت. چون میخواست این انگشتر متوالیاً به دست بازماندگانش برسد، اعلام داشت فرزندی که به هنگام مرگ
مرگ او و به موجب وصیت او صاحب انگشتر باشد باید وارث او شناخته شود و دیگران همه او را به احترام رئیس بزرگ خاندان بشناسند. فرزندی که انگشتر را به ارث برده بود با اولاد خود رفتار مشابهی در پیش گرفت و درست همان کاری را کرد که پدر کرده بود. خلاصه انگشتر پس از چند نسل دست به دست گشت و سرانجام به مردی رسید که دارای 3 فرزند پاکنهاد و با فضیلت بود که همگی مطیع پدر بودند و او هم هر 3 را یکسان دوست می داشت. پسران جوان که از ارزش انگشتری آگاه بودند و هر 3 دوست داشتند خود را به ریاست خانواده برسانند، هر یک جداگانه از پدر درخواست کرد که اکنون که پیر شده است انگشتری را به او واگذارد. پدر گرانقدر که نمیدانست انگشتر را به کدام یک بدهد، به این اندیشه افتاد که به نحوی هر 3 را راضی کند. پس پنهانی از جواهرساز ماهری خواست 2 انگشتر دیگر نظیر انگشتر اصلی بسازد. این انگشترها چنان به هم شباهت داشتند که تشخیص انگشتر اصلی حتی برای خود او نیز دشوار می‌نمود. چون هنگام مرگ رسید هر یک از انگشترها را مخفیانه به یکی از فرزندان خود بخشید. فرزندان پس از مرگ پدر برای جانشین او و ریاست بر خانواده انگشترهای خود را به نشانه محق بودن نشان دادند، اما چون انگشترها آنقدر به هم شبیه بودند که تشخیص انگشتر اصلی معلوم نبود، سرانجام مسئله وراثت حقیقی لاینحل ماند و هنوز هم لاینحل مانده است. از این روی سرور من به شما میگویم که هر یک از این 3 قومی که خدای بزرگ شریعت خود را بر آنان ارزانی داشته معتقد است که وارث حقیقی خداوند و احکام و شریعت اوست، اما این مسئله که کدام یک از آنان وارث حقیقی است درست مانند مسئله انگشترها هنوز لاینحل مانده است. چنین داستانی نشان می‌دهد که بوگاتچو در 37 سالگی یک مسیحی متعصب نبوده است. میان اندیشه رواداری مذهبی او و تعصب خشک دانته که آشکارا با دینهای دیگر دشمنی می‌ورزید تفاوت زیادی به چشم می‌خورد. در داستان دوم کامرون یهانات یهودی با این استدلال به مسیحیت می‌گرود که چون مسیحیت با وجود فساد اخلاق روحانیان و خرید و فروش مقامات کلیسایی پایدار مانده است، پس باید دین برحقی باشد. بوکاتچو ریاضت کشی، خلوص، اعتراف به گناهان، آثار قدیسین، کشیشا، راهبان، فرایارها، راهبه ها و حتی قدیس سازی را به باد استهزا می‌گیرد. او بیشتر راهبان را مردمی مکار می شمارد و به ساده دلی کسانی که به آنها صدقه می دهند لبخند متمسخر می زند. روز ششم قصه دهم در یکی از دلنشین ترین داستانهای خود روایت می کند که چگونه فرایار چیپولا برای این که اعانه بیشتری بگیرد به شنوندگان خود وعده می دهد که یکی از آثار بسیار مقدس کلیسا، یعنی یکی از پرهای فرشته جبرائیل ملک مقرب را که پس از اعلام خبر ولادت عیسی به مریم باکره در اتاق او بر جای مانده است، به آنان نشان دهد. روز ششم قصه دهم در مستهجن‌ترین داستان خود شرح می‌دهد که چگونه مازتو، جوانی که از نظر جنسی نیرومند بود، توانست همه راهبه‌های دیر را ارضا کند. روز سوم قصه اول در داستان دیگری فرایار رینالدو با زن مردی رابطه نامشروع برقرار می‌کند و راوی داستان می‌پرسد کدام راهبی است که چنین نکند. روز هفتم قصه سوم زنان دکامرون از شنیدن چنین داستانهایی اندکی احساس شرم می کنند، اما از بذله های آنها لذت می برند. فیلومنا دختری که رفتاری بس موقرانه دارد داستان رینالدو را حکایت می کند و گهگاه بنابر بیان این ناشادترین شخصیت داستان بوکاتچو دختران چنان خنده را سر می دادند که می توانستی همه دندانهای آنها را ببینی. بوکاتچو در محیط بیبندوبار ناپل پرورش یافته بود و عشق را غالبا جز روابط جنسی چیز دیگری تلقی نمی کرد. او به داستانهای عشقی پهلوانان نیشخند می زد و در برابر دونکیشوتیسم دانته نقش سانچو پانسا را ایفا می کرد.
هرچند دو بار ازدواج کرده بود، ظاهرا به عشق آزاد اعتقاد داشت. پس از روایت بیستایی داستان که بازگو کردن آنها حتی در محافل مردانه امروز هم پسندیده نیست، از زمان یکی از مردان به زنها میگوید من در گفتار و کردار شما زنان و ما مردان چیزی که سزاوار سرزنش باشد ندیدم. بوکاتچو در پایان کتاب خود به پاره از انتقاداتی که از بیپروایی او شده است اشاره می کند و می نویسد که این خردگیری ها بیشتر مربوط به این بوده است که من در مواردی جزئی حقایقی از زندگی فرایارها را فاش کردم. در همان حال به خیشتن برای زحمت طولانی که به یاری و لطف خدا به ثمر رسیده است تبریک می گوید. دکامرون کماکان یکی از شاهکارهای ادبیات جهان به شمار می رود. شهرت این کتاب ممکن است بیشتر مرهون اخلاقیات آن باشد، اما حتی اگر آن بی عفتی کلام را هم نداشت باز سزاوار این شهرت و باقی ماندن در تاریخ بود. کتاب به همه زبانهای اروپایی ترجمه شده است. قسمت بعدی سینا. سینا می توانست با این ادعای فلورانس که زادگاه رنسانس بوده است ندای اعتراض در دهد. صنعت پشم بافی، صدور کالاهای سینایی به کرانه های خاوری مدیترانه، داد و ستد از جاده فلامینوسی بین فلورانس و روم این شهر را نسبتاً ثروتمند ساخته بود. تا سال 1400 میدان ها و خیابان های اصلی شهر با آجر یا سنگ مفروش شده بود و طبقه تهی‌دست آنقدر مستغنی شده بود که بتواند انقلابی را سامان دهد. در سال 1371 کارگران پشباف امارت اداره امور عامه را محاصره کردند و درهای آن را شکستند. حکومت طبقه بازرگان را برانداختند و اصلاح طلبها را به قدرت رسانیدند. چند روز بعد لشکری 2000 نفری که توسط بازرگانان تجهیز شده بود به شهر یورش آورد. محله های کارگرنشی را مورد تاخت و تاز قرار داد. زنان و مردان و کودکان را بدون استثنا و بیرحمانه به نیزه کشید و از دم شمشیر گذراند. نوجوا و افراد پایین طبقه متوسط به یاری عوام و ناس شتافتند. در نتیجه حمله ضد انقلاب در هم شکست و حکومت اصلاح طلب صالح ترین دستگاه اداری را که شهروندان سینا به خود دیده بودند به آن شهر عرضه داشت. به سال 1185 بازرگانان ثروتمند بار دیگر قیام کردند، حکومت اصلاح طلب را برانداختند و 4000 کارگر شورشی را از شهر بیرون راندند. از آن تاریخ صنعت و هنر در سینا رو به انحطاط نهاد. در این محیط آشفته قرن 14 بود که سینا به اوج هنری خود رسید. در ضلع باختری و گسترده میدان عمده شهر پالاتتسو پوبلیکو سر به آسمان کشید. 1288 تا 1308 برج متصل به این عمارت تورد مانجیا به ارتفاع 102 متر زیباترین برج ایتالیا است. سیمونه مارتینی در آوینیون با پتراک آشنا شد و چهرهای شاعر و معشوقه او لورا را نقاشی کرد. پتراک هم در کتاب نغمه ها از او با سپاس نام برد. بندیکتوس 12 سیمون مارتینی را به سمت نقاش رسمی دربار پاپ برگزید. 1339 مارتینی به سال 1344 در آوینیون درگذشت. این گونه تفکیک هنر از جنبه‌های مذهبی که سیمونه در تصاویر غیر مذهبی خیش آغاز کرده بود به دست پیترو لورنتتسی و آمبرو جو لورنتتسی گسترش یافت. شاید فرسکو عظیم پیروزی مرگ در کامپو سانتوی پیزا را یکی از این دو برادر فعال پیترو و آمبرو جو و یا اورکانیا یا فرانچسکو تراینی کشیده باشد. در این تابلو گروهی از مردان و زنان اشراف با جامه‌های فاخر که عازم شکار هستند به سه تابوت سرگشاده برمی‌خورند که درون آنها اجساد پادشاهان در حال فاسد شدن است. یکی از شکارچیان از شدت عفونت بینی خود را گرفته است و بر فراز این صحنه فرشته مرگ با داس عظیم خود بال گسترده است. در آسمان الهگان رحمت ارواح رستگار را به فردوس برین همراهی می کند
و در همان حال دیوهای بالدار بیشتر مردگان را به دوزخ می کشانند. افیا و لاشخورهای سیاه مشغول خوردن و تکه پاره کردن بدنهای اوریان زنان و مردان هستند و در زیر آنها شاهان، ملکه ها، شاهزادگان، اسقفان و کاردینال ها در چاه ویل در هم آمیختند. در فرسکوی عظیم دیگری بر دیوار مقابل همین نقاشان در سمت چپ صحنه واپسین داوری و در سمت راست تصویر دیگری از دوزخ را نقش کردند. همه وحشت‌های الهیات قرون وسطایی در این تابلو شکل جسمانی گرفتند. دوزخ دانته است که بی هیچ گونه رحم و محدودیتی تجسم یافته است. سینا هرگز از قرون وسطا پا بیرون ننهاد. قرون وسطا هیچگاه نمی میرد، بلکه با صبر و شکیبایی به انتظار می نشیند تا به هنگام خود دوباره بازگردد. فردا شب میلان. شب همتون بخیر.